به نام خدا. سلام بر شما، به برنامه نگرش خوش آمدید. انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی در سال آینده برگزار می شود، مشروط بر این که تمام گروه های تروریستی شکست خورده و امنیت تامین باشد. این دیدگاه ریاست جمهوری افغانستان است. اما وزارت داخله افغانستان می گوید که ما آمادگی برگزاری انتخابات داریم و امنیت می تونیم تامین کنیم. از طرف دیگر نهادهای ناظر بر انتخابات می گوید که حکومت افغانستان نباید دیگر وقت کش کند و باید انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی را برگزار کند. پیرامون همین موضوعات بحث داریم در برنامه امشب نگرش. من مصطفی فیضی هستم، مهمانان من در استودیو آقای محمد نعیم ایوبزاده، رئیس نهاد تیفا، آقای محمد حسن شریفی بلخابی، عضو مجلس نمایندگان، و دکتر محمد نبی مصداق، آگاه سیاسی. مهمانان گرامی سلام، به برنامه خوش آمدید. قبل از اینکه برنامه را آغاز کنیم، همکاران ما گزارش آماده کردن، ما هم یک جا می‌بینیم. انتخابات مجلس نمایندگان به دلیل ناامنی یک سال دیگر به تأخیر افتاده است. بنابر آنچه که قانون اساسی کشور زمان انتخابات اعضای مجلس نمایندگان را اول سرطان سال چهارم گفته است، اما کنون این قانون گذاران بیش از 850 روز است که فراتر از آن بند قانون اساسی به کرسی های خانه ملت زیر فرمان رئیس جمهور تکیه کردند. ما تقریبا در مراحل بسیار حساس کار قرار داریم و نهایتا کوشش میکنیم که در ختم هفته آینده بخیر لست نهایی کمیشنران برای جمهور ترتیب بکنیم و بهشان تقدیم بکنیم. ما زمانی که بهترین ها را در لست خود جای میتیم، 63 بهترین برای کمیسیون مستقل انتخابات و 45 بهترین برای کمیسیون شکایت انتخاباتی، بعدا ما میریم مرحله بعدی که او راه‌اندازی مصاحبه رو در روز با درخواست کنندگان. قانوندانان به این باورند که دولت افغانستان برای برگزاری انتخابات دلگرمی ندارد و کار آنچنانی هم تا کنون نکردند. با توجه به شرایط موجود در افغانستان و عدم اراده رهبران حکومت وحدت ملی و مداخلات معلوم بیرونی، فکر نکنم در وجود رهبران حکومت وحدت ملی که در طول مدت کاریشان هیچ نوع اراده نداشتند مبنی بر مردم سالاری و آوردن دولتی که مؤلفه های دموکراسی دو تحقق یافته باشه، متاسفانه تشویش و نگرانی ما این است که اگر به می ترتیب ادامه پیدا کنه، ممکن ما به یک بحران بریم که کنترل از صلاحیت ما یا از مردم افغانستان خارج بوده باشه. برگزاری انتخابات شفاف پس از این از تعهدات دولت وحدت ملی بوده است، اما تا کنون که بیش از دو سال از برپایی حکومت وحدت ملی میگذرد، رهبران و حکومت نتوانستند زمینه انتخابات مجلس نمایندگان و شورای ولسوالی ها را فراهم کند که از این بابت همواره انتقاد نیز شدند. سلام مجدد آقای مصداق، میخوایم بحث با شما آغاز کنیم. چه تضمینی وجود دارد که در سال آینده بالاخره واقعا انتخابات مجلس نمایندگان و انتخابات شورای ولسوالی برگزار شود؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو سلام تاسو ته فیضی صاحب و زما ډیر قدرمنو میز گردونوالو تا ایوب زاده صاحب تا و وکیل صاحب بلخی آبی تا او طول و لیدون که و ریدون که تا ولاندی کوام پریخته سره چه ز فکر نکوام متاسفانه زکه چه جنگونو تا جنگونو دیر شدید چه بیدی بخوا یواز پاکستان و چه طالبان تمیلوال اوس روسان او ایرانیان هم ویلی دی چه مونگم روی تمیلوو نو طالبان نسبت به خواته هی وسلی هم لري او تعداد هم زیاده پرځای کې او متاسفانه چې دی حکومت نه هم په دې قندوز او په نور ځایو کې وسلی نیولې دي نو هغوی به زه فکر نه کوم تر څو چې دغه صلح د دوی سره رانشي دا په افغانستان کې به د امنیت راوستل ډیر مشکل وي ام داوس مثلا هیڅ امکان نه لري چې سړی د انتخابات په باره کې فکر وکړي، ځکه چې ولسوالۍ نارام دي، ولایتونه نارام دي، ځینې ولایتونه نارام دي. نو د پاره د دې چې د حکومت دا خبره رښتیا سره په رښتیا شي، نو باید کوشش وکړي چې د طالبانو سره به موافقې ته ورسیږي. چقدر باور دارید که تا چند ماه دیگر بالاخره حکومت افغانستان بتواند با طالبان به موافقه برسد تا امنیت تامین شود و بالاخره انتخابات برگزار شود؟
که اوس خونه دی لومړي ځل لپاره دوی د طالبانو سره په قطر کې ولیدل، وروسته د ملا محمد عمر نه د اول وزل ده چې هلته په قطر کې ورسره ولیدل. همغه پاکستان د همغه د طالبانو نمایندګان اوس راغلي دي غته اسلام آباد ته، چې په دې برخه کې دوی هم د پاکستانیانو سره او هم د نورو طالب مشرانو سره مصلحت وکړي. نو کدا پروسه د بین الافغاني د خبرو پر مخ ولاړه، یو امید شته، خو وقت ضرورت لري. نن افغانان متاسفانه چې ټول مسله دي او د جنگ او د بم جوړون او د یو بل وژن او د لارې ورته معلوم دي. که سبا ته صلح راشي هم دا مخالفتونه او دا جنگونه به دلته او هلته روان وي تر ډیرې مودې پورې. متاسفانه اون زمانه که امنیت تامین نشد، باید انتخابات هم برگزار نشود؟ خو باید انتخابات قانون توشیح شوی ده او حکومت تغییر لري، ښه نیت لري چې باید انتخابات وشي. اما اوس چې وایي چې اوس نه کېږي کال ته تر هغه پورې، نو دوی امید لري چې طالبانو سره به یوې موافقې ته ورسیږي او امید به لري چې په د ځینو ولسوالیو ولایتونو کې چې اوس نارامي روانه ده، دا به پای ته ورسیږي او امکان لري چې انتخابات ته موقع پیدا شي. واقعا حکومت افغانستان نیت دارد تا انتخابات در سال آینده برگزار شود یا خیر؟ سوزا تشکر، سلام خدمت شما دیوانای گرامی و همپیران بندگان عزیزی که ما تماشا میکنن. انتخابات بخواهیم نخواهیم یک تضمین برای حفظ نظام و برای روند حاکم در افغانستان هست و هر قدری که به تاخیر مواجه میشه ممکن مشکلات برای نظام، برای مدیریت نظام بیشتر شوه و شاید ما را به طرف بحران ببره. ای اصلا همه درک کرده، به شمول حکومت، جامعه جهانی، مردم افغانستان، که انتخابات یگانه قاعده زندگی سیاسی مردم افغانستان است که میتونه در او عدالت تامین شود. اما عملکرد چگونه است؟ با تاسف باید بگویم که دو مشکل بزرگ باعث شده که توجه به انتخابات کمتر صورت بگیره. یک مشکل که ناامنی را در افغانستان زمینه سازی کرده، او جنگ استخباراتی هست و سالهاست که جریان داره. مردم بیگناه و منابع بیشتر متاسفانه از دست رفته تا هنوز در 14 سال گذشته، ولی هنوز ما نتونستیم در این جنگ استخباراتی کامیاب باشیم و در یک سطح برسیم که حداقل آسیب پذیر نباشیم. راهی برای حل جنگ استخباراتی دو راه وجود داره. یک راهی که ما نهاد استخباراتی خود قدرتمند بسازیم، توانمند بسازیم که اجازه نده برای استخبارات دنیا و برای استخبارات منطقه که در افغانستان فعالیت کنند. راه حل دومی است که نهادهای استخباراتی دنیا تصمیم بگیرند که دیگر در افغانستان فعالیت نداشته باشند، فعالیتی که بتوان افغانستان آسیب پذیر بسازد. این دو راه حل برای تامین امنیت در افغانستان می باشد. در غیر از او بحث صلح، بحث مذاکره با طالب و با این آن فقط یک مانور سیاسی، یک شعار است، یک بازی سردرگم گیج کننده است که فقط زمینه ها را برای اقتدار فراهم می سازد تا ای که امتیازگیری کنند و حداقل به نفع خودشان پیش برند. خاص دوم شما دقیقاً که نهادها بالاخره استخبارات کشورهای جهان در افغانستان به این موافقه برسند که دیگر مداخله نکنند، دقیقاً یک خواست آرمانی نیست؟ خب دو رای حل است. یکی که نهاد استخباراتی خود افغانستان بسیار توانمند شود که اجازه نده، چون وقتی که کشورهای دیگه در هر چوی ابچک توانایی ظرفیت قرار میگیره، ما می ظرفیت هم میتونیم داشته باشیم. یک چیز دیگر هم باید در نظر داشته باشیم که اکنون نهادهای امنیتی افغانستان و نهادهای استخباراتی افغانستان دقیقاً حمایت از طرف خارجی ها میشوند. کسانی که به نحوی از آن استخباراتشان در اینجا دخیل هستند در ناامنی ها بالاخره و در ایجاد مشکلات، پس جامعه جهانی ادعا نکنه که آمده در افغانستان به خاطر تامین امنیت، به خاطر حقوق بشر، به خاطر تقویت نقش زنا، به خاطر ارزش‌های دموکراتیک اگر امروز ادامه میکنه و همکاری نمیکنه در این بخش، ما فکر میکنم صداقتی وجود نداره و ما به این مسئله امیدوار نباشیم. مسئله دوم میخوایم بس بیشتر امنیتی نسازیم. مسئله دوم مدیریت سیاسی است. ما تا وقتی که یک مدیریت واحد تعریف شده را برای حکومت افغانستان نداشته باشیم، تاثیرگذاری حکومت خیلی دشوار خواهد بود که قابل دید باشد در بخش های مختلف، چی در رابطه با مبارزه علیه فساد اداری، چی برای برگزاری انتخابات، چی برای تامین امنیت و بسا مسائل دیگه. بله. این مدیریت سیاسی یک مدیریت آسیب پذیر هست که شخصیت ها را، دانشمند ها را، تجربه را، همه را
برش صدمه وارد میکنه و شما امروز میبینید که از برکت مدیریت سیاسی در طول دو سال گذشته امروز اعتماد در چه سطحی قرار داره؟ شما میبینید که مردم آیا اعتماد داره بالای حکومت؟ اعتماد آیا مردم اعتماد داره بالای افرادی که در حکومت کار میکنن؟ حتی اعتماد خود از وکلا و از کسایی که در حکومت کار میکنن مردم از دست داده. سه راه حل وجود داره برای مدیریت سیاسی که ما واقعا بتونیم مسئولیتش داشته باشیم برای پیشبرد امورات و برای تقویت پروسه ها در افغانستان. مسئله اولش یک راهشی است که ما برای مسئولیت خود مدیریت کار کنیم و چگونه کار صورت میگیره که بپذیرند رهبر برن به طرف لجرگه قانون اساسی. درست است که مشکلات داره از نقطه نظر اعضای لجرگه قانون اساسی، ولی ما مطمئن هستیم که راه حل پیدا میشه. تا این چیزی که در توافقنامه ایجاد حکومت وحدت ملی دقیقاً پیش بینی شده کاملا و باید امی قانونی بسازن امی مدیریت سیاسی. حالا فرا قانونی است، تا زمانی که قانونی ساخته نشه مسئولیت خود در هیچ بخش نخواهد داشت و من میخوام ملت افغانستان بگویم که زیاد امیدوار از این مدیریت سیاسی نباشید. اگه این کارو نمیکنن برن انتخابات ریاست جمهوری رو وقت‌تر برگزار کنن. 2017 درست است که در قانون گفته شده، ولی وقتی که ما دیگه مسئلات رو در نظر میگیریم بریم انتخابات 2017 برگزار کنیم تا اینکه حداقل از این مشکل نجات پیدا کنیم. حکومت که بالاخره بالای اراده شک است که اینا نمیخوان انتخابات مجلس نمایندگان و انتخابات شورای ولسوالی رو برگزار کنه، چطور امکان دارد که اینا بیان انتخابات ریاست جمهوری رو برگزار کنه تا من نحو از اونها خود را نفی کنند؟ این حکومت شراکتی است، یک ائتلافی است که در این جامعه جهانی هم نقش داره. بنان اگر واقعا دنبال راه حل هستند، اول اینمی مدیریت تغییر بدن که کلید موفقیت تمام پروسه ها و کارایی در افغانستان میتونه باشد. در غیر از او بهانه، در غیر از او شعار سیاسی، سیاست گفتاری، فریب دادن مردم و با گیر ساختن رسانه ها و کسایی که نهادهای دست اندر کار است، چگونه ممکن خواهد بود که اینا بتونن به مقصد برسن؟ هیچ اراده در همچک مدیریت سیاسی یک اراده واحد نمیتونه شکل بگیره و شکل نگرفته برای برگزاری انتخابات سرتاسری آزاد، شفاف و عادلانه. و رای سوم که به خاطر بهتر شدن مدیریت سیاسی کدام بود؟ بپذیرن برن به طرف حکومت موقت. اگر فکر میکنن آماده نیستن همین نقبه های سیاسی را یک جا کنن، با هم بشنن، تفاهم کنن، اگر واقعا به منافع ملی افغانستان باور دارن. اگر نیک که میخوان بازی خود برا بندازن، پس این مطرح این مسائل فقط یک چیز بیجا هست. بنان این سه طرح یکش انتخاب کنن که مدیریت سیاسی که اساس کار است در سطح کشور هست حل شوه و ما مطمئن هستم که انتخاباتم به وقت زمانش برگزار میشه. مبارزه علیه فسادی داریم صورت میگیره، مسئله حقوق بشر مش کار صورت میگیره، حتی پروسی که به نام صلح هست که من زیاد باورمند نیستم میتونه هم کارهای خود داشته باشه. بازم برمیگردیم به سوال نخواست و پاسخ نخواست. بیاین شما، نیت برای برگزاری انتخابات در سال آینده وجود دارد یا خیر؟ نیت وابسته به منابع و به تسهیل برگزاری انتخابات است. ما از نقطه نظر تکنیکی براتون میگم، اگر اینا نیت هم کنن، اگر قسم هم بخورن، من شخصا باور نمی کنم، به خاطر که من 14 سال میشه در یک نهاد تکنیکی کار میکنم. برای برگزاری انتخابات چند مسئله بسیار ارزش داره. اول، در کشوری که ما زندگی میکنیم ارزیابی امنیتی صادقانه و واقع بینانه توسط سه نهاد امنیتی صورت بگیره. دقیقاً وزارت داخله گفته ما توانایی داریم که امنیت تامین کنیم در هر شرایط. من توقع زیر داشتم که وزارت داخله، وزارت دفاع، ریاست امنیت، اینا با هم یک کار تیمی و یک کار مشترک در همکاری با مردم انجام بدن و به این واقع بینانه ارزیابی خود ارائه کنن که در چه ولایتی چه تعداد ولسوالی ها انتخابات میتونه برگزار شود، که همچو کاری را ندیدیم، نشده و ما توقعم این بوده. مسئله دوم، لیست رای دهندگان. لیست رای دهندگان که تهیه نشه باز هم انتخابات ما به بحران میبرن، باز هم به طرف قومی شدن میبرن، باز هم سلیقه های شخصی متاسفانه حاکم میشه. مسئله سوم، معرفی روش جدید مدیریتی منابع مالی برای انتخابات هست. آیا همچی یک روشی تا اول معرفی شده؟ ما نیاز نداریم که پول گزاف مثل انتخابات گذشته به مصرف برسانیم و کسی بر ما هم نمیده. مورد دیگه، ایجاد یک کمیسیون مستقل انتخابات. مستقل انتخابات، ما چرا این را میگم؟ کمیسیون در گذشته مستقل نبوده برای انتخابات 2014، حالا مستقل نیست و هنوز حکومت نتونسته. ما تا جایی به کار کمیته گزیرش هم شک دارم برای استقلالیت شفافیت کارشان
با یافتهایی که ما به دست آوردیم و ما عملا نظارت میکنیم کارکردها از اینا را و میبینیم که چقدر اداری امور مداخله میکنه در کارهای روزمره از اینا، در بحث ها و در اجنده ها و در نهایتش اصلاح طرز عمل ها، مقررات، اصول رفتار در خود نهادهای انتخاباتی. همچون مسائل تا بار صورت نگرفته، مسئولین ولایتی که هنوز مشخص نشده، دفاترش در اکثر ولایت وجود نداره. شما چطور میتونین باور کنین به گفتار حکومت که اونا نیت دارن یا ندارن؟ من میگم نیت مانده که اگر قسم هم بخورن توانایی و ظرفیت برگزاری انتخابات قابل قبول شفاف در سال آینده با این وضعیت حاکم ندارن. مشروط به اینکه امروز تغییر بتن روش ها را، مدیریت سیاسی را تغییر بتن، این مدیریت سیاسی را کارا بسازن و برن به طرف انتخاب. تشکر. آقای بلخوابی، بیم بر شرط را که ریاست جمهوری افغانستان گذاشته گفته که در سال آینده انتخابات ریاست جمهوری گذاشته می شود، مشروط بدی که تمام گروه های تروریستی شکست بخورن و امنیت تامین باشد. می خواهم بالای از این موضوع صحبت کنین، کمی شرط گذاری معنای چی را می داد و با چه معنا؟ تشکر و سلام به مزید شما میمانان نهاد عزیز و بینندگان تلویزیون شما. درود می فرستم بر روح پاک و طیبه همه شهدایی که از تمامیت ارضی نوامیس ملی جانانه دفاع میکنند. به نظر ما تنها جایی که دولت بسیار راست گفته این موضوع است، ما از یک زاویه دیگه بررسی میکنم، یعنی یک مقداری واقعیت را مطرح کرده، گپی زیر دلش گفته، یعنی خیلی خوب گپ زده. اگر اجازه باشم یک درآمدی داشته باشم، یک مقداری تا چیز شود به تایید گپای جنوی های ایوب زاده، مشکل عمده در فرایند انتخابات بحث امنیت است، بحث سیستم است، بحث مدیریت است، اصلاح است، اعتماد است، عزم است، اراده است و همون لیست رای دهنده که شان اشاره کردن، بحث حدود صغیر ولسوالی است، بسیار مبایسی دیگه پول است، اعتماد است. این هم اضافه میکنم. متاسفانه هیچ کدام وجود نداره. حالا میخوام بگم که اینا از کجا به دست میره؟ تحلیلی که آیا ایوب زاده داشت، من میخوام به تتمه از نوع اشاره بکنم، بله بحث استخبارات، بحث جنگ، مداخلات منطقه اینا هست، ولی من میخوایم بگم که کجاست وجدان عمومی ما؟ من میخوایم بگم ما ملت سازی بکنیم، هیچی نکنیم. شاید درک از این گپ بسیار سخت باشه. امروز اگر بحثی متاسفانه جنگ تشدید پیدا میکنه، متاسفانه با کراهت عرض بکنم، بحث مسائل سمت و جغرافیا و زبان و لسان بسیار بدبختانه اوج گرفته، اگر امروز بی‌اعتمادی به اوجش رسیده، اگر امروز نمیتونه حکومت ما با همه مشکلش سیستم ایجاد بکنه و اصلاح نظام انتخاباتی را در 2 سال نتانسته، فساد و لب بگذار، دیگه چیز و لب بگذار، حکومت داری خوبی لب بگذار، همه از این بر میگرد به این که انوز در دل ما، در وجدان عمومی ما بحث ملت سازی مطرح است. یک بایی معنی آقای بلخوابی باید در نظر داشته باشن که ملت سازی یک پروسه است و پروسه دراز مدت. دراز. پس تا زمانی که ما ملت نشیم باید انتخابات برگزار نشود؟ میخوایم بگم، دقیقاً میخوایم بگم، ما فرصت کافی برای ملت سازی داشتیم 15 سال است. حالا پور از دست دادیم. از دست دادیم. حالا ببین شما. نه تنها ملت نشدیم بلکه امروز شما ببینید. امروز شما ببینید در بحث قندوز، در بحث فرا، امروز دیروز در بحث غرماج و فاریاب چی گپای شما در عالم مجازی میشنید؟ چقدر ذهن ای جوانای ما، ذهن عامه مردم ما مسموم است و چقدر اتهام ها رد و بدل میشه؟ شما میزها رو میبینین دیگه، میزها رو میبینین. میخوایم بگم یعنی ما دو وقتی اعتماد رو به دست میاریم، میخوام یک برچسب دور بزنم، وقتی ما میتونیم به جنگ برنده شیم و وزیر داخلی که ادعا میکنه ما تضمین کننده بالاخره امنیت هستم، اون گویست که ما به ملت برسیم. چطور؟ یعنی دیگه قندوز نگه که ای کی هسته ای چی هسته، دیگه فاریاب نگه که این منصوب به کدام قوم است، این منصوب به کدام قوم است، دیگه ایلمند و فرا ای گپ نزنه. ولذا بحثی انتخابات بحثی اعتماد محور است. ما شاید از امی تریبون شما یک بار دیگه مطرح کردم چند ماه قبل، یعنی تا ما اعتمادی از دست رفته را پس نیاریم، یعنی به دست نیاریم، شما چطور میتوانین که مردم پای صندوق های رای آماده حاضر کنین؟ شما چطور میتوانین امنیت بگیرین؟ بشین شما ببینین
بحث امنیت بحثی یک بحث روانی هم در کنارش داره. اگر در یک ولسوالی بناست که صندوق گذاشته شوه، اگر دو تا راکید از بغلی کو فیر شوه دیگه برهم میخورن. یعنی میخوایم بگم که مشکلات ما بسیار فراوان است. برمیگردیم به گپ اول و اینجا که آمده دولت گفته که ما در سال آینده انتخابات میکنیم به شرطی، گفتم گپ راست خدا گفته. حالا میخوایم من در یک تحلیل داشته باشم با این درآمدی هستم. بله، پنج تا او یکی گفته من پنج تا شرط میگم. او چیه؟ اولی هست که کمیسیون مستقل باشه، یک. دوم میخوایم بگم که سیستم ایجاد شود. سوم میخوایم که واقعا مدیریت شود. چهارم ما میخوایم در اینجا که یک عزم و اراده ملی که باز برمیگرده به ملت سازی ما شما وجود داشته باشه. و پنجم میخوایم که امنیت باشه. ما اینی طور کاتگوری رو مطرح میکنم. ما اگر یک انتخابات اعتماد محور و یک انتخاباتی که ما را از چالش بکشانه و ستون فقرات دموکراسی ما انتخابات هست، اگر ما میخوایم به یک انتخابات نسبی اعتمادی برسیم که وضعیت را و چالش بر بگردانه و دیگه حکومت بالاخره میراثی نشوه، وکالت دیگه میراثی نشوه و واقعا وضعیت خراب است، و این برمیگرده به این نکات. آیا سوال ما از دولت اینه، سوال ما از دو تا رهبری بالاخره حکومت وحدت ملی است، آیا واقعا اینا میتوانن یک کمیسیون مستقل ایجاد کنن؟ فعلا در از لحاظ حقوقی و در این قانونی که اینا اونجا دور زدن اشکال وجود داره. اشکال وجود داره که بس نمیتونیم و فعلا آیا اینا میتوانن سیستم را ایجاد کنن؟ اینا میتونن یک مدیریتی درست بکنن؟ اینا توانستن مکافات و مجازات اونایی که متهم هستن؟ دیروز من از یک تریبون شنیدم که یکی از کمیشنرا خودشا میگفت که بعد در اینجا یک اصلاحات به وجود بیاد. این خوب بسو عریضه کردن سری خود هست و اینا مشکلاتی هست که متاسفانه دیگه باز برمیگرده به اینکه اگر را با مگر ما بالاخره چیز کنیم. آخه دکتر، اگر رهبران حکومت وحدت ملی قسم هم بخورن اینا نمیتونن انتخابات آزاد عادلانه و سراسری را در سال آینده برگزار کنند، چون مشکلات وجود دارد، هنوز مشکلات حل نکرده، اینا میان بالاخره زمان به برگزاری انتخابات یا سال برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان و شورای ولسوالی را تعیین میکنن. موافق هستین با این دیدگاه؟ بله، ترغ وقت پوری چه دی طول لمړی چه دوی د الکترونیکی تذکره جوړ نکی، هم دغه تقلب و تخلف و او نوری ستونزی با په انتخاباتو که دوام ولری. دا خو اول خبره ده. او دوام خبره داده چې د امنیت راوستل او بیا مخالفینو ته شکست ورکول دا زمانگیر مسئله ده. یعنی که اخلاص وی شاید دیر زر وشی او کنه دیر مشکل ده. حالا امی اخلاص های وجود دارد در نزد حکومت مردان افغانستان یا در کل کم بزرگتر دولت مردان افغانستان؟ زه فکر کنم دی حکومت با مشران سره دغه بالکل شته. دوی غواړي چې انتخابات وکړي، دوی غواړي چې د خلکو د تنقید نه راووزي، او دوی غواړي چې ملت ته ووایي چې هغه وعده چې دوی کړې وي چې په دوو کالو کې ترسره کوي دا دی اوس اخته دي هغه کوي. پس مشکل در کجاست؟ مشکل په جنگ کې ده، مشکل په خارجي مداخلو کې ده، مشکل لکه چې وویل شول خارجي استخبارات دي چې دلته یو جنگ دی. غوی په بعضی کارهای است که مربوط به جنگ نمیشود، از جمله ای که ارزیابی امنیتی صادقانه و بالاخره واقع بینانه از طرف نهادهای امنیتی افغانستان صورت بگیرد که در چه حالت است، لیست رای دهندگان بالاخره مشخص شود، منابع مالی و بالاخره مدیریت جدید، ایجاد کمیسیون مستقل انتخابات واقعا و اصلاح طرز العمل ها، اینا همش بر نمیگردد به جنگ. بعضی چیزایش هست که یا بعضی از موارد هست که بر میگردد به خود از حکومت مردان دولت افغانستان. چرا این کارا را انجام نمیده تا اون موضوعاتی که مربوط به جنگ میشد بگذارن بر جنگ؟ خود مستقل کمیسیون باندې هم دوست کار روان ده او دیر امید ده چې یو داس یو کمیسیون وی چې ډیر ښه خلک په راس کې راشي او یو پوری هم اړن ونه لري. یو پوری هم پیش آقای ایوبزاده گفت که مداخله های صورت میگیره از طرف حکومت بالاخره در اونجا. بالاخره د حکومت نه مداخله به کیږي، د مخالف خانه به حکومت مخالفه کیږي، او هغه چې په حکومت کې نه دي باندې دي هغوی به هم کوي. لیکن په خپله دغه کمیټه چې اوس د کمیسیون لپاره جوړه شوې ده، دوی باید دومره قوي اوسي چې د دغو تر تاثیر لاندې را نشي.
نو زمون بل ډیر غټ مشکل چې مخکې مشوره ورته وشو چې ملت جوړونه ده کنه ملت جوړونه ډیر ایمون په برخه کې ډیر زمونګیر ده ګوره په دوهم عمومي جنگ کې جاپان جرمنی ډیر زیات زیان ورورسیدو لیکن جاپان یو نژاد یو نسل ده یو ژبه لري جرمنی یو نژاد یو ژبه ده په ډیر کم وخت کې د امکانات نه چې ورته و خپل ملکونه جوړ کړل همداسې کوریا جنوبی کوریا یو خلک دی یو ژبه ده یو قوم ده دلته مونږ د نورو تر تاثیر لاندې یو زمونږ دغه قومونه چې دلته پراته دي د دې زمونږ د دې خطې نه د باندې هغوی نور غټ غټ برخه هلته ده د هغو تر تاثیر لاندې دي دا ټول د دوی یو ځای کول دا وخت غواړي او ډیر قوي عزم غواړي چې په دې باندې کار وشي چې ورته ووایي چې مونږ ټول چې دلته اوسیږو افغانان یو مثلا سویټزرلند ده یو کوچنی ملي باید جا چاده بالکل له سویس په شان ده سویس ګوره یو کوچنی ملک ده ایتالویان هم پکی دی، فرانسویان هم پکی دی، جرمنان هم پکی دی لیکن دوی دیر افتخار کوي چې نه ځان ته جرمن وایي، نه ځان ته ایتالوی وایي او نه ځان ته فرانسوی وایي و چې مونږ سویس یو او د ټولو نم ځان ښه ګڼي مونږ هم باید دغسې یو احساس به خلکو کې پیدا کړو چې مونږ به د دې سرحد نه د باندې به ازبک هم وي د دې نه پښتانه به هم وي د دې نه به نور خلک هم وي لیکن مونږ افغانان یو د افغاني هویت باید تقویه کړو نو په هغه وخت کې مونږ کولی شو چې د ملت خبرې وکړو او ملت جوړ کړو او دا کار کېږي خو په شرط د دې چې همداسې عزم ولرو همداسې مشران ولرو چې په دې موضوع باندې کار وکړي تن کار جریان دارد نه ز فکر نکوم چې دومره کار ور باندې تر اوسه شروع شوی وي ځکه زه چې یو شی چې زه وینم دغه حب الوطن په افغانانو کې ډیر کم شوی ده هیڅ نشته تاسو فکر وکړئ دا ټول خلک چې نن په حکومت کې کار کوي یعنی دوی ډیر کم کار کوي اره ورس کوشش کوي چې هیڅ کار ونه کړي اگه یو کار چی پیوا برس که کی گی اگه دری ورزی ورباندی تیروی هیچ علاقه نشته خب مقصد غالی چی یو کار ولری معاش ولری لیکن کار نه غالی چی وکی امروز مقوله حب الوطن بالاخره به حب القوم تقلیل یافته؟ قومونه ډیر قوی دي باغ کې هیڅ شک نشته او دغه انتخابات چې راځي هم دا به د قومونو تر تاثیر لاندې وي باغ کې هیڅ شک نشته ځکه تر هغه وخته پورې ما وویل چې موږ په خپل ملت جوړونه باندې کار ونه کړو قومیت به هلته وجود لري تشکر آقای دکتر بیننده خواهید از وقفه داریم پس از وقفه برنامه نگرش همچنان ادامه دارد سلام مجدد به ادامه برنامه نگرش خوش آمدید موضوع بحث ما انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی آمادگی های حکومت و بالاخره وعده حکومت و نقد که از طرف نهادهای ناظر برشان شدن به خاطر برگزاری انتخابات و بالاخره اراده داشتن و فرصت کوشی نکردن مهمانان من در بحث آقای محمد نعیم ایوب‌زاده رئیس نهاد تیفا آقای محمد حسن شریفی بلقابی عضو مجلس نمایندگان و دکتر محمد نبی مصداق آقای سیاسی آقای بلقابی وزارت داخله میگه که ما آمادگی ازیره داریم که یا او توانه داریم که انتخابات در هر زمان در هر شرایط حتی در سال جاری هم برگزار کنیم اما ریاست جمهوری چیز دیگری میگه از یک نهاد چرا دو دیدگاه به خاطر از اینکه امانگی وجود نداره بسیار روشنه به خاطر از اینکه یک تصمیم جدی و یک اراده قاطع و فراگیر وجود نداره شما ببینید وقتی که از آدرس ریاست جمهوری یک بحث مطرح میشه چی گونه باز از وزارت از او خلاف از او مطرح میشه ببین شما یکی این هم ربط بر از اون 50-50 داره ایجاد حکومت وحدت ملی بالاخره فلسفه ایجاد حکومت وحدت ملی اختلاف تنها 50-50 میبود که ده ها نوی دیگه وجود داره یعنی به اندازه مشکل وجود داره که دست و پا گیره من میخوام بگم در رابطه با امنیت از ده کار انتخابات یکش امنیت پیشتر دوستان گفتند یعنی مباعثی که اعتماد سازی می شود در انتخابات او بحث لسی ریدیانده است بحث اعتماد است بحث استقلالیت کمیسون است بحث خدمت شما هزینه زی است فعلا حدود و صغور است ما کل از اینا رو که فعلا شروع بکنیم بسیار وقتگیر است چرا نکردیم در دو سال دیگه اگر تنها ما بهانه امنیت را در پیش میکشیدیم شما بسیار که خوب گفتین یکی از دو سال سوال کردین آیا 9 مورد دیگه ازی و 10 مورد دیگه ازی هم به امنیت مربوط بود آیا گزینیش
آیا اصلاحات نظام انتخاباتی، شیوه لسره دهندگان، بالاخره تعیین حدود اولسوالی ها و سیستم را ایجاد کردن و اینا مربوط امنیت بود؟ نه، اینا مربوط امنیت کار خانگی ما بود. ما همیشه به خاطر ضعف خود، به خاطر عدم مدیریت خود و کارهای خانگی خود را به بام دیگران می اندازیم. ما قبول دارم که مداخله استخبارات است، ما قبول دارم که دیگران نمی خواهد در افغانستان یک حکومت قوی، یک امنیت سراسری بیا، ولی می خواهیم اینه بگم که ما بخواهیم بالاخره مبارزه بکنیم و کار خانگی خود جور بکنیم و مبارزه با مداخلات بیرونی بکنیم. ما دست روی دست میگذاریم. پیشتر شما قصه کردین ماموری ما کار نمیکنه و ما خودمان کار نمیکنیم و ما همه ما روز خود تیر میکنیم. چگونه یک بار یک آزادی بنویسیم برگردیم؟ احساس مسئولیت نمیکنیم. وجدان عمومی ما زیر سوال رفته، کرامت انسانی وجود نداره و همه ما چشم دوختیم چگونه بکنیم بخوریم ببریم. دیگه بالاخره بحث دلسوزی وجود نداره. با این همه باز روز آخر یا به قول آقای عیبزاده بگوییم که ایمان خدا خطا نکنه، ده خطا کرده، یا اینکه میگیم بالاخره والا دیگه بیرونی ها نمیکنه. این مداخله تنها به افغانستان، به همه دنیا است. اصلا در تمام کشورهای جهان سوم مداخله وجود داره. مداخله وجود داره به نحوی مختلف، به انواع مختلف. دخل. ولی آیا اونا آمدن گفتن که ما رو کشورها با سازی آی عزیز، این مصرفی بودجه به مداخله چه کار داره؟ این مصرفی بودجه یکی تا دیروز داد میزدن که ما پول نداریم. خودی ما به عنوان وکیل هر روز چند تا وزارت را میرم یخن زیر میگیرم، پول، پولچک، برق، فلان، بمان، دیوار استنادی، میگه پول نیست. ولی امروز میبرای میگه که دو ماه مانده به آخر سال مالی ما، شما با 10% 7% این خجالت نیست؟ اینجا شرمندگی نیست؟ امین هم بگویم استخبارات نمونه؟ اینا گپاییست. ممکنه به نحوی نمونه، ممکنه یک بند جلوش بگیره، ولی ما باید تلاش بکنیم، ما باید بلغ زحمت بکشیم. اون تلاش وجود ندارد و اون زحمت کشی همچنان هم وجود ندارد. نداره، وجود نداره، انصافا وجود نداره، انصافا. امروز ما از خود ما میگیم، ما یکی از مشکلاتی بالاخره وکیلا چی هست؟ غیر حاضری است. ما نصاب پره نمیتونیم. آقای وکیل، تویی که آمدی ماش میگیری، تعهد دادی، رای از مردم گرفتی، یک رکن سومی بالاخره نظام وجود داری و بدنیش بالاخره شما برید کمیسیون نصاب پره نیست. وضعیت به این رقم است. یک قانون شش ماه یک سال میمانه. این مشکل نه تنها در حکومت وجود داره، بلکه حالا ما تنها حکومت مقننه، اگر حکومت است، اگر قوی مقننه است، اگر قوی قضایه است، اگر لویس رنگولی است، اگر مامور است، اگر معارف است، و ما همین روزا میریم تا ساعت 10 بجه را مامور نمیه و اگر ساعت 1 بجه رفتیم میگه وکیل صاحب تو دیر اومدی، ولی آی موتر میره اومد دیگه بانش هم نخته. آخی هیچ قدر تو قانون طرز عمل گفته تا ساعت 4 بجه را باش، ای از 1 بجه او طرف دیگه تو گیر نمیاری. و اینا در مجموع مورهاییست که از درون ما رو خورده و خمیر کرده و بالاخره ما و شما دیگه آلی استادن را نداریم. باید یک بازسازی، یک وجدان عمومی، یک مبارزه اگر نشمه ما با این مبارزه از طرفی که باید آغاز شد؟ از طرف من، از طرف ایشان، از طرف شما، از طرف دکتر، از طرف امو کسبکار، امو از طرف همه شود، همه شود. این میسم دوست برفت شد، نه ای برفت و برفت، ولی کی ای کی هسته ای معلوم نیست. ما متهم میکنم، شما متهم میکنین و همه متهم میکنن. پس مجبور هستیم بگیم که مقصر همه ما هستیم، یعنی واقعا احساس مسئولیت نداریم، واقعا احساس مکلفیت نداریم، واقعا در برابر مسئولیتی که خدا و ملت به گردن ما گذاشته، چی ماموریم، چی وکیلیم، چی هر کسی هستیم در هر رأسی که وجود داریم، انصافا ما همه روز دست و پای چرا دینا رو میکنیم؟ ما خب میبینیم دیگه. ولیزا با یک امضای ساتنمن یا این ماموری رتبه افت، اگر اینه میشه یک ده دقیقه طول نمیکشه، یک ماه در کنج سرای میمانه تا این پول مصرف نکنه و نمیتوانه که امضای خود بگیره. آیا حکومت داری میرفتم؟ بله خوبی آقای عیبزاده، حالا شرط گذاشتن برای برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان و شورای ولسوالی از طرف از نهادهای ناظر بر انتخابات دقیقاً وقت کشی فرصت کشی عنوان شده. موافق هستین با این دیدگاه؟ بس فرصت خوب از پیش ما رفته و هنوز میره، ولی دلیلی که ما نامنی را امو فضایش تعریف کردیم که نامنی از کجا سرچشمه گرفته، بله، به خاطر اینکه نامنی رای هرش رای یک روزه و یک ساله و دو ساله و سه ساله نیست. ما اگر این را به عنوان یک عذر پیشکش میکنیم برای ملت افغانستان،
به نظر قابل قبول نیست. در 2010، 2009، 2014 نامنی وجود داشت. شاید به این میزان نبوده باشه ولی نامنی وجود داشت. و با جنگ استخباراتی که جریان داره ما توقع از این نداشته باشیم که این حکومت با تمام شکستگی و نابسامانی که داره بتونه امنیت سرتاسر در افغانستان تامین کنه. ما شخصا توقعش ندارم و این ظرفیت در این حکومت نمیبینم و ما فقط امنیت ناامنی را به عنوان یک عذر نباید پیشکش کنیم که ما انتخابات برگزار نمیکنیم. ما سه عذر همیشه داشتیم در این کشور: ناامنی، وضعیت حساس، مصلحت ملی. این سه عذر بوده که همیشه هم سیستم قربانی کرده، پروسه قربانی کرده، ملت افغانستان قربانی شد. در حالی که ما ملت در بحران زاده شدیم، با بحران زندگی کردیم، بله، با بحران دست پاچه که مکمل ادامه دادیم، هنوز هم در بحران هستیم، هم به دنیا آمدیم، هم بزرگ شدیم و هم هنوز هم در بحران هستیم. وقتی که با این تو یک وضعیت قرار داریم، چه ضرور است که سه عذر همیشه پیشکش میکنیم؟ وقتی که ناتوان میباشیم، ظرفیت نمیداشته باشیم، میگیم که ناامنی است، وضعیت حساس است، مصلحت ملی است. ما قربانی سه عذر متاسفانه شدیم و هیچ کس متوجه نمیشه. مسئله دوم، تا چه زمان باید متوجه نشوند و بالاخره مردم از خود عکس العمل نشان ندن و کشورهای حامی افغانستان که کمک کننده دولت افغانستان و به نوع از آنها حالا حامی دموکراسی در افغانستان هستند، اونا صدای خود بلند نمی کنند؟ تا زمانی که مثل مردم عوام بچه خود از دست بدن، دختر خود از دست بدن، ناموس خود از دست بدن، عزت خود، اموال خود از دست بدن، اما آیا فرزندان و خانواده‌شان در افغانستان است که چنین حالت شد؟ اون زمان باز میفهمند که ملت افغانستان در چه وضعیت زندگی میکنه. حالا خب اکثرا خانواده‌شان در بیرون از کشور زندگی میکنه، دوستا با ما موافق نیست مثلا. اونا کی اونا را احساس کرده میتونن، درک کرده میتونن که واقعا اونا در چه وضعیت زندگی قرار دارن؟ نان دارن، بچه‌شان هست، دخترشان هست، مکتب میخونن، کلینیک هست کجا، چقدر تهدید میشن، چقدر ظلم میشه، چقدر خشونت صورت میگیره؟ آیا کسی از حال او فامیل بیچاره ای که در قندوز و در فرا و در هلمند و ننگرهار زندگی میکنه با خبر است؟ تا زمانی که در وضعیت زندگی او مردم بیچاره قرار نگیرن، هیچ وقت درک نمیکنن. مسئله دوم میخوام کوتاه اشاره کنم که وقت کم شاید باشه. دوستا هویت ملی را گفتن. ما با هویت ملی موافق هستیم که تا زمانی که هویت ملی ساخته نشه خیلی دشوار خود بود که ما به اون سطح برسیم. اما وقتی که از یک طرف دیگه هویت کشی صورت میگیره، چگونه ممکن خواهد بود که هویت ملی ساخته شود؟ هویت کشی هم از افراد صورت میگیره. شما برید سطح اعتماد نسبت به افراد امروز ببینید، سه سال پیش مقایسه کنید. هویت کشی ساختارهای انتخابی را ببینید. ریاست جمهوری هویتش، هویت کشیش رو صورت گرفته در موردش، دیگه باور ندارن به او. پارلمان دیگه باور ندارن مردم، یک نوع هویت کشی صورت گرفته در موردش. شورای ولایتی هم همین قسم و شورای ولسوالی که هنوز شکل نگرفته. بس دیگه، ما میخوایم یک بار دیگه مشارکت کنم که دلیلی که ناامنی را به جنگ استخباراتی رو مطرح کردم که مسئله امنیت راه حلش امروز نیست. یک چرا ما اینو به عنوان یک عذر پیشکش میکنیم و میخوایم که ناتوانی های خود را پنهان کنیم برای ملت افغانستان؟ و بس اعتماد براتون میگم. اعتماد چگونه به دست میاد؟ اعتماد یک پدیده فکری است. زمانی به دست میاد که کسایی که زی صلاح هستند، در قدرت هستند، منابع در اختیار دارند و به عنوان مدیران کشور در کشور مدیریت میکنند، اونا با ایجاد سیستم، با تقویت پروسه ها اعتماد هم میسازند. اعتماد خودش به وجود نمیاد. چرا اعتماد به اعتمادی بیشتر شده؟ به خاطر که انتخابات قاعده زندگی سیاسی بود در سطح بسیار بزرگ، زدن اونها خراب ساختن، نامبد ساختن و اعتماد هم پاشید. حالا یک مسئله میخوایم براتون بگویم که باز هم با اینکه با باور حکومت که اینا یک ارگان یک مسئله را مطرح میکنه، ریاست جمهوری مسئله دیگر، هماهنگی درست و دقیق وجود نداره، صداقت هم مسئله دیگر، انتخابات باز هم یگانه رای حل اساسی برای معضله امروزی، برای ادامه دموکراسی و برای بهتر ساختن وضعیت زندگی مردم افغانستان. تمام مشکلاتی که امروز وجود دارد همه ریشه در انتخابات و برگزار نشدن انتخابات دارد. بعضی هم در مدیریت سیاسی. ما میخوایم یک نقطه رو بازم مشارک کنم. اگه قرار باشه حکومت با می برخورد خود، کارکرد خود ادامه بده، جامعه جهانی هم فقط تماشاچی باشه، یادتان باشه، امشب با شما یادداشت کنین که فکر طالبانی در افغانستان بیشتر رشد میکنه. اگر فکر طالبانی بیشتر رشد کرد، اون زمان جایگاهی نه به حکومت خود بود، نه به روشن فکر خود بود، نه به کسایی که میگن دموکرات است و تحصیل کرده و غیره، کسایی که میخوان بر تمدن فکر کنند. تشکر آقای دکتر. حکومت مردان زمان
وضعیت مردم درک میکند که فرزندانشان و فامیلاشان در افغانستان باشد و بالاخره شرایط زندگی که مردم دارد با خبر باشد. موافق هستین با این دیدگاه؟ خود تر یو ځای پورې دا صحیح ده. اوس خود تقریبا دیرش کاله وشول چې افغانان خارج ته تللي دي او هلته هلکانو او جنکیانو ودونه کړي دي او مکتبونو کې دي. هغوی ته په هغو ملکو کې چې اوسیږي افغانستان نه هغه ملکونه ورته زیات اهمیت لري، مهم دي او فکر کوي چې همدغه ملک به همدلته دوی زیږیدلي دي. چون مونږ ماجر شوي نه یو، مونږ دا دوهم وار ده په تاریخ کې چې مونږ ماجر کیږو. اول ځل په لویه پیمانه مونږ هند ته ماجر شلو، ځکه چې په هند باندې مونږ حکومت کولو، د دې ځای نه ډېر خلک لاړل هند ته. دا دوهم ځل ده چې مونږ په دا دیرشو کالو کې دنیا ته تللي یو. اوس افغان په هر ځای دنیا کې چې وګوري افغانان هلته شته. خو هغه کسان چې مثلا دلته راغلي دي کار کوي، تاسو یقین وکړئ چون اولادونه یې په یو دیموکراتیک غربي نړۍ کې تولد شوي دي، هغه د شلو کالو نه عمر زیات ده، دوی ورباندې کنټرول نه لري. هغه زړه چې هر شی کوي هغه کوي. همدا اوس مثلا تاسو په فیسبوک کې نورو ځای کې ګورئ چې د ځینو دلته مشران وو، د دې دلته حزبونه لرل، لیکن اولادونه یې هلته هر څه چې زړه غواړي هغه کوي. نو دغسې مثالونه ډېر زیات دي، زه نه غواړم چې یاد یې کړم. نو دا هم غلطه ده چې مثلا باید د ټول اولادونه همدلته وي، ځکه چې هغوی د شلو کالو نه عمر زیات ده، درسونه یې خلاص شوي دي، هلته کار کوي، ژوند کوي. هغه وایي چې پلاره که ته غواړي چې افغانستان ته لاړ شي کار وکړي، لکه ماته چې زامن می وایي، مونږ همدلته خوشحاله یو، همدلته زموږ ژوند ښه ده. تشکر آقای وکیل. یک تعداد از حقوقدانان میگه که حکومت افغانستان باید توجه بر حال بی قانونی بودن اعضای مجلس نمایندگان همچنان کند. میگه که 500 در بیشتر از 850 روز است از حضور نمایندگان غیر قانونی در مجلس میگذرد. چرا حکومت چنین کار نمی کند؟ البته چرا؟ او یک بحث حقوقی است. ما در اونجا بر اساس ماده 83 قانون اساسی، کسایی که منطق خوانده باشه خوب تر درک میکنه، در اونجا گفته که اولی سرطان سال پنجم بله یک نقطه مانده، بعد گفته بعد از اعلان نتایج و معرفی اعضای جدید. ببین شما یک توجیه داره، این نقد هم در خیلی از طرف حقوقدان ها صورت گرفته. یعنی حقوقدان ها گفته بود خود نقطه نظر است دیگه. حقوقدان لاله ما یک شاگرد حقوق هستم، میتونم استدلال کنم. میخوایم بگم که ما طرفدار دوام نیستم. ما از روز اول تا آنزو گفتیم ما تنها کسی بودیم که برای فرمانی که آمد 26 نفر بودیم. ما دو شنید و فو شنیدم چون ما رئیسی کمیسیون بودم و ما یه نچست کردیم و کلی وکیلا رو ما جمع کردم، گفتم هر چی میخواین بین در اینجا بسازیم، غنی بسازیم، روان بکنیم. متاسفانه نکردن. بعدا شنیدیم که حتی اینا کسانی بودن که نزدیکترین به ریاست جمهوری بودن مخالفت کردن. ما شوکه شدیم. ببین شما در رابطه با قانونی که رد شد، قانون انتخابات، میخواین بگم قانون تشکیل انتخابات، میخواین بگم که بس به این نیسته، بس به این است که یعنی اکثر بلکه 99 بلکه 100 فیصدی وکیلا به یازیر است. ما یک شستم این ده ها مرتبه گفتیم که ما هر چیز زودتر به طرف انتخابات اکاش می رفتیم. یعنی برای ما سنگینی دارین صافن. یعنی بحثی نیست که عدن باشیم. می خواهیم بگم که اگر ما بیاییم نقد بکنیم، عین نقد به حکومت، حکومت مخالف زینه دیگه، چیکار کنیم؟ اگر بهم نقد بکنیم بسا گواسته. ما بسا گپا را داریم در همین بخشا. بهم در هر بخش ما نوشته دارم که چقدر ما خلاف فراقانونی و خلاف قانون حرکت کردیم. اینو ما قبول میکنم، یعنی به شکل کلیاتش نقض قانون در کن به گرف در نهادهای دولتی عرف شده. نقض قانون قانون شده در افغانستان. شما از صبح که بلند شین تا شب در شهر قانون نمیافین. آقای پلیس خودش مجری قانونه، آقای وزیر خودش مجری قانونه، آقای وکیل خودش مجری قانون و قانونگذاره و باز علی خلاف قانون حرکت میکنه. این حرف چه که خود همیتون شده؟ و ما یکی یک وکیلی بسیار ساده هستم، وقتی که میایم گاهی وقت چک پوینت هستی استاد میشم میگم وکیل هستم این کار دیم هسته، میگه تو چی رخم وکیل هستی؟ بالاخره با یک موتری ساده می حتی عرفی شده که بعد بالاخره بسیار با تومتراق با زور با ستم و در حرکت بکنیم یک چند تا نبلد بکنیم. آقای بلخوی، آقای ایوب زاده، بیم جنبندی بحث با شما کنیم. فکر میکنید که برای انتخابات افغانستان به این زودی ها نسخه را شود تا منتخابات برگزار کنیم؟ ما در یک دوراهی قرار گرفتیم. یک راهی است که انتخابات باید 100% برگزار شود. بله.
و بدون انتخابات ممکن مشکلات چالش ها بیشتر شود. راه دومی است که مشکلات هم وجود داره سر راه. از بحث امنیتی که حکومت به اینون یک عذر پیشکش کرده، مسئله آمادگی های تکنیکی برای برگزاری انتخابات معنی. مشکلاتی است که باید روش کار شود، آمادگی ها گرفته شود و بعدن انتخابات برگزار شود. حالا ما در یک وضعیت هستیم که بین و بد بدتر یکی را انتخاب کنیم. من. که ما بعد انتخاب کنیم به نظرم بهتر از بدتر است. و بعد از این میتونه که ما به خاطر اعتماد سازی، به خاطر حفظ نظام، به خاطر مشروعیت دادن، چه مشروعیت مردمی و حقوقی برای ساختارهای انتخابی و برای شخصیت‌ها در کسایی که در بخش‌های مختلف کار میکنن، ما مجبور هستیم به خاطر زنده کردن دموکراسی و زنده نگه داشتن دموکراسی بریم به طرف انتخابات در سال آینده. انتخابات شاید اگه انتخابات تکمیل نخواهد بود. اما شما چند از پیش اشاره کردین که اراده وجود ندارد. اراده ببین بس اراده یک چیز است، یک پدیده فکری است. بس این که چی باید شوه. شما به عنوان جنگ بندی اگر میخواین چی باید شوه، ما باید شاهد برای کنم. تا قرار دقیقاً بیان کنم. دقیقاً. و اگر بخواین از این لحظه میتونن تصمیم بگیرن، روی آمادگی ها کار کنن. یک انتخاباتی که باز هم یک انتخابات مصلحتی باشه، به خاطر منافع و به خاطر خیلی از مشکلاتی که وجود داره کمک کنه برای ادامه دموکراسی و برای حفظ نظام. فکر نمی‌کنید که انتخابات های مصلحتی در کن به یک عرف مبدل شود؟ به یک عرف مبدل شده. ما در حالت گذار هستیم، در مرحله سیم و گذار قرار داریم که ما را مجبور می‌سازه که با پای خود احساس داشته یک سیدگر باید در نظر داشته باشیم که هر انتخابات در کن بدتر و بدتر شده. بدتر چرا شده؟ شما از یک طرف به این نگاه نکنید، به خاطر اینکه آگاهی بالا رفته، شعور سیاسی مردم بالا رفته، مردم بیشتر با انتخابات آشنا شدن، بازی ها را بلد شدن، رقابت ها بیشتر شد، کاندیدا بیشتر شد، فضا محدود شد، منابع کمتر شد، تمام این عوامل باعث شد که انتخابات مشکلاتش بیشتر شود. بله. ولی باز هم انتخابات به عنوان یگانه راه حل باقی مانده. اگر ما نتونیم سال 2017 انتخابات برگزار کنیم یا سال آینده، او زمان بخواهیم نخواهیم کشور به طرف بحران میره. و یک نقطه ای که دکتر شب گفتن، بس ما سر زعیم کشور است. وقتی که در انتخابات کسایی که کمپاین میکنن به کی کاندید باشه، کسی که در یک منطقه مربوط کدام ولایت است، مربوط کدام شهر است، به خاطر از ولایت و شهر است باشه که مردم خود درک کنه، بشناسه، بفهمه که اونا واقعا با چی مشکل دست پنجه نرم میکنن. من مشکل ندارم با افغانایی که بیرون درس میخوانن، یک فرصت بسیار خوب است. ولی کسی که بینون زعیم کشور مسئولیت میگیره در کشوری که بیشتر از مشکلات مردم خبر نیست، و چگونه ممکن خواهد بود که بتونه مسئله داشته باشه؟ تقای دکتر چند از پیش اشاره کردن، گفتن که در خارج کشورهای غربی یقین کسی بالای اطفال خود یا فرزندان خود پس از 18 سال کنترل نمی داشته باشه. اجازه بده اگر نقصه که برای رئیس جمهور از داخل فرزندانش بالاتر از 18 سال ما بجز از این دو رهبری که اینا ماشاءالله بسیار شاکاری کردن، دیگه آدم نداشتیم به این وطن. تشکر. کسای دیگه ظرفیت وجود نداشت که مثلا کشور مدیریت کنن. تشکر آقای عبزاده، آقای بلخابی و آقای مصداق از حضورتون در بحث ما بینید. آقای عزیز تشکر شما هم. تا برنامه بعد شما را به الله بنیاز می‌سپارم.